افزایش شمار قربانیانی که در راه مهاجرت به اروپا تومه دریاها میشوند، یک سازمان غیردولتی کاتولیک و فدراسیون کلیساهای انجیلی در روم به فکر چاره افتادند. آنها دولت ایتالیا را راضی کردند که برای 1000 پناهنده ویزا صادر کنند و مخارج نگهداری آنها را هم تأمین کنند. این گروه امیدوار است که چنین روشی به زودی در دیگر کشورها هم دنبال شود. پرسا فرهادی گزارش می‌دهد. فلک الهورانی، این دختر سوری 7 ساله مبتلا به سرطان که یک چشم خود را از دست داده، از نخستین پناهندگانی است که در پروژه آزمایشی امید مدیترانه با اهداف بشردوستانه به ایتالیا فرستاده می شود. این پروژه شامل صدور 1000 ویزا و بودجه معادل 1,400,000 دلار برای انتقال پناهجویان و اسکان آنها تا زمانی است که درخواست پناهندگی آنها در ایتالیا قبول شود. دست‌اندرکاران این پروژه امیدوارند پناهجویان را از گام نهادن در گذرگاه‌های مرگبار دریایی منصرف کنند. دلیل آغاز این پروژه جلوگیری از مرگ‌هایی که هر روز در دریای مدیترانه اتفاق می‌افته. روزانه 20، 30 یا 40 نفر در آب‌های مدیترانه غرق می‌شن. ما در قوانین اروپا به دنبال راه حل قانونی برای جلوگیری از مرگ افراد در دریاها می‌گشتیم. یک راه پیدا کردیم که توسط معاهده شنگن برای نقل مکان مردم ارائه شده. افرادی چون پناهندگان آسیب پذیر، زنان و کودکان، کسانی که نیاز به مراقبت‌های پزشکی خاص و درمان فوری دارند، از این پروژه بهره‌مند می‌شوند. مانند فلک که پیش از اینکه چشم دیگرش را از دست دهد، نیاز به رسیدگی فوری دارد. از این 1000 آواره، 500 نفر از لبنان و 500 تن دیگر از مراکش، لیبی و اتیوپی خواهند بود. آنها در ایتالیا توسط خانواده‌ها، جماعت‌های مذهبی و دیگر سازمان‌های غیردولتی محلی نگهداری خواهند شد. فلک روز پنجشنبه به همراه والدین و برادر 6 ساله‌اش وارد فرودگاه لیوناردو داوینچی روم شد. پریسا فرهادی، صدای آمریکا.